فصل 26. در پایان این سخنان عیسی به شاگردان خود گفت: شما می دانید که 2 روز دیگر عید فصح است و پسر انسان به دست دشمنان تسلیم می شود و آنها او را مصلوب می کنند. در همین وقت سران کاهنان و مشایخ قوم در قصر قیافا کاهن اعظم جمع شدند و مشورت کردند که چگونه عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل برسانند. آنان گفتند: این کار نباید در ایام عید انجام گردد، مبادا آشوب و بلوایی در میان مردم ایجاد شود. وقتی عیسی در بیت انیا در منزل شمعون جزامی بود، زنی با شیشه از عطر گرانبها پیش او آمد و در حالی که عیسی سر سفره نشسته بود، آن زن عطر را روی سر او ریخت. شاگردان از دیدن آن عصبانی شده گفتند: این اسراف برای چیست؟ ما می توانستیم آن را به قیمت خوبی بفروشیم و پولش را به فقرا بدهیم. عیسی این را فهمید و به آنان گفت: چرا مزاحم این زن می شوید؟ او کار بسیار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه با شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نیستم. او با ریختن این عطر بر بدن من، مرا برای تدفین آماده ساخته است. بدانید که در هر جای عالم که این انجیل بشارت داده شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. آنگاه یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود پیش سران کاهنان رفت و گفت: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چه خواهید داد؟ آنان 30 سکه نقره شمرده به او دادند. از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید. در نخستین روز عید فطیر، شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند: کجا میل دارید برای تو شام فصح را آماده کنیم؟ عیسی جواب داد: در شهر نزد فلان شخص بروید و به او بگویید: استاد میگوید وقت من نزدیک است و فصح را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت. شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده و شام فصح را حاضر ساختند. وقتی شب شد، عیسی با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. در ضمن شام فرمود: بدانید که یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد. آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند: خداوندا، آیا من آن شخص هستم؟ عیسی جواب داد: کسی که دست خود را با من در کاسه فرو کند، مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است. اما وای بر آن کسی که پسر انسان توسط او تسلیم شود. برای آن شخص بهتر بود که هرگز به دنیا نمی آمد. آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت: ای استاد، آیا آن شخص من هستم؟ عیسی جواب داد: همون طور است که می گویی. شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: بگیرید و بخورید، این است بدن من. آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: همه شما از این بنوشید، زیرا این از خون من که اجرای پیمان تازه را تایید می کند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته می شود. بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم. پس از آن سرود فصح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند. آنگاه عیسی به آنان فرمود: امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید شبان را می‌زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس جواب داد: حتی اگر همه تو را ترک نمایند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. عیسی به او گفت: یقین بدان
که همین امشب پیش از آن که خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پتروس گفت حتی اگر لازم شود با تو بمیرم هرگز نخواهم گفت که تو را نمی‌شناسم. بقیه شاگردان نیز همین را گفتند. در این وقت عیسی با شاگردان خود به محلی به نام جتسیمانی رسید و به آنان گفت در اینجا بنشینید، من برای دعا به آنجا می روم. او پتروس و دو پسر زبدی را با خود برد. غم و اندوه بر او مستولی شد و به آنان گفت جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است. شما در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی جلوتر رفت، رو به زمین نهاد و دعا کرده گفت ای پدر، اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن، اما نه به اراده من بلکه به اراده تو. بعد پیش آن سه شاگرد برگشت و دید آنان خوابیدن. پس به پتروس فرمود آیا هیچ یک از شما نمی توانست یک ساعت با من بیدار بماند؟ بیدار باشید و دعا کنید تا دوچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و دعا نموده گفت ای پدر، اگر راه دیگری نیست جز این که من این پیاله را بنوشم، پس اراده تو انجام شود. باز عیسی آمده آنان را در خواب دید، زیرا که چشمان ایشان از خواب سنگین شده بود. پس از پیش آنان رفت و برای بار سوم به همان کلمات دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان برگشت و آنان گفت باز هم خواب هستی؟ هنوز استراحت میکنی؟ ساعت آن رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، آن خائن الان میآید. عیسی هنوز صحبت خود را تمام نکرده بود که یهودا، یکی از 12 حواری، همراه گروه کثیری از کسانی که سران کاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند، به آنجا رسیدند. این گروه همه با شمشیر و چماق مسلح بودند. آن شاگرد خائن به همراهان خود علامتی داده و گفته بود کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید. پس یهودا فوراً به طرف عیسی رفت و گفت سلام ای استاد و او را بوسید. عیسی در جواب گفت ای رفیق، کار خود را زودتر انجام بده. در همین موقع آن گروه جلو رفتند و عیسی را دستگیر کرده محکم گرفتند. در این لحظه یکی از کسانی که با عیسی بودند دست به شمشیر خود برد، آن را کشید و به غلام کاهن اعظم زده گوش او را برید. ولی عیسی به او فرمود شمشیر خود را غلاف کن، هر که شمشیر کشد به شمشیر کشته می شود. مگر نمی دانی که من می توانم از پدر خود بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائکه را به یاری من بفرستد؟ اما در آن صورت پیشگویی های کتاب مقدس چگونه تحقق می یابد؟ آنگاه عیسی رو به جمعیت کرده گفت مگر می‌خواهید یک راهزن را بگیرید که اینطور مسلح با شمشیر و چماق برای دستگیری من آمده اید؟ هر روز من در معبد می‌نشستم و تعلیم می‌دادم و شما دست به سوی من دراز نکردید. اما تمام این چیزها اتفاق افتاد تا آنچه پیامبران در کتاب مقدس نوشتند به انجام رسد. در این وقت همه شاگردان او را ترک کرده گریختند. آن گروه عیسی را به خانه قیافا کاهن اعظم که ملایان و مشایخ یهود در آنجا جمع شده بودند بردند. پتروس از دور به دنبال عیسی آمد تا به حیاط خانه کاهن اعظم رسید و وارد شده در میان خدمتکاران نشست تا پایان کار را ببیند. سران کاهنان و تمام اعضای شورا سعی می‌کردند که دلیلی علیه عیسی پیدا کنند تا بر اساس آن او را به قتل برسانند. اما با وجود اینکه بسیاری جلو رفتند و شهادت‌های دروغ دادند، شورا نتوانست دلیلی پیدا کند. سرانجام دو نفر برخاستند و گفتند
این مرد گفته است من میتوانم معبد خدا را خراب کرده و در ظرف 3 روز دوباره بنا کنم. کاهن اعظم برخواسته از عیسی پرسید، آیا به اتهاماتی که این شاهدان به تو وارد میسازند جواب نمیدهی؟ اما عیسی ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت، تو را به خدای زنده سوگند میدهم، به ما بگو آیا تو مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی پاسخ داد، همان است که تو میگویی، اما همه شما بدانید که بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای آسمان میآید. کاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت، او کفر گفت، آیا شهادتی بالاتر از این میخواهید؟ شما حالا کفر او را با گوش خود شنیدید، نظر شما چیست؟ آنها جواب دادند، او مستوجب اعدام است. آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدن و کسانی که بر رخسارش سیلی می زدن می گفتن، حالا ای مسیح از غیب بگو کی تو را زده است؟ در این وقت پتروس در بیرون در حیات خانه نشسته بود که خادمه‌ای پیش او آمده گفت، تو هم با عیسای جلیلی بودی. پتروس در حضور همه منکر شده گفت، من نمیدانم تو چی میگویی. پتروس از آنجا به طرف در حیات رفت و در آنجا خادمه دیگری او را دیده به اطرافیان خود گفت، این شخص با عیسای ناصری بود. باز هم پتروس منکر شده گفت، من قسم میخورم که آن مرد را نمیشناسم. کمی بعد کسانی که آنجا ایستاده بودند پیش پتروس آمده به او گفتند، البته تو یکی از آنها هستی، زیرا از لهجت پیداست. اما پتروس سوگن خورده گفت، لعنت خدا بر من اگر آن مرد را بشناسم. در همان لحظه خروس بانگ زد و پتروس به یاد آورد که عیسی به او گفته بود، پیش از آن که خروس بخواند تو 3 بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پس بیرون رفت و زار زار گریست.